سلام دوستان عزیزم امیدوارم خوب باشید خب در این درس گراماتیک میخوایم با هم دیگه ببینیم وقتی به یک ادیکتیو و یا صفت فل اضافه میشه به عنوان اندونگ و یا به عنوان پسوند معنی اون صفت چی میشه و چطوری استفاده میشه ما در درس قبل دیدیم که وقتی به یک ادیکتیو لوس وصل میشه معنی اونه میده یا بدونه به طور مثال زین یعنی منطقی زین لوس یعنی غیر منطقی حالا اگر به اون صفت فل اضافه شه میبینیم که چه تغییری میکنه خب اینجا نگاه کنید گشمک یعنی سلیقه گشمک گشمک فال یعنی میتفیل گشمک یعنی با نشون میده که خیلی با سلیقه میشه گشمک فال درست گشمک فل است gleich mit viel یعنی خیلی با سلیقه پس در اصل موقعی که یک صفت فل میگیره همه صفت ها نمیتونه بگیره ها دوستان بعضی صفت ها میگیره ولی هر موقع دیدین که تا یک صفت فل بود در است یعنی میتفیل و بعد اون صفت چطوری من میتونم بگم که آنا ایس این گفول منش آنا ایس این گفول منش یعنی آنا یک آدم بسیار با احساس میتفیل گفول با خیلی احساس یعنی خیلی آدم با احساسیه نکته گراماتیکی دوستان میبینید که بعد از گفول فول میتونه اندونگ بگیره که در اینجا چون منش د منش هست ار e, د er, رو میگیره چون آرتیکلش اون بکانت هست و آین هستش واسه میشه آین گفول منش یه نکته دیگه چیه آنا اینجا خانوم هست درسته ولی چون منش آرتیکلش د هست در اصل مثل مرد نوشته میشه ایس gefühlvoller گفول منش خب این بر نمیگرده به اینکه آنا خانومه یا مرده یا چیز دیگه بلکه همیشه منش با درست د منش هستش آنا ایسان گفول منش آنا یک آدم بسیار با احساسه ویه زالتن اونزغن اولاو زین پلانن ویه زالتن اونزغن اولاو زین پلانن یعنی ما بایستی که سفرمون و اون اولابمون رو اقلانی و معقول و منطقی برنامه ریزی بکنیم صفت بعدی تمپرامنت هست تمپرامنت یعنی خونگرمی و کسی که در اصل خونگرم و خوشمشرب و اینا هست و میگن تمپرامنت در اصل یعنی اون حس و حال تمپرامنت فول با آدم خونگرم میگن کسی که خیلی آدم خونگرم و خوشمشرب و اجتماعی و خوش برخورد و اینا هست میگن تمپرامنت فول دی زود لندیشه منشن زند تمپرامنت آدم هایی که در زبان آلمانی به هم یه نکته هستش که آلمانی ها به آدمایی که از کشورهای دیگه میان و حالا شکل آلمانی ها نیستن میگن از زود لندیش میان یعنی از کشورهای جنوبی حالا مهم نیست حالا جنوب اروپا باشه بلکه به کسی که از خاور میان اینا هم میان چون قیافشون یه مقدار تیره تر هست میگن دی زود لندا خب و یا دی زود لندیش منشن حالا من تو این جمله نمیشم دی زود لندیش منشن زین تمپرامنت فول آدمایی که از کشورهای جنوب میان آدم های خوشمشرب و خونگرم و باحالی هستن این معنی رو میده من شدینگانگ ایس انشپوخسفل من شدینگانگ ایس انشپوخسفل انشپوخسفل یعنی سخت و دشوار و اینا منتها ما که میخوان تو زبان آنبایی نمیگن که به فرض رشته ای که دارم میخونم شدینگانگ یعنی رشته که شما دارید میخونید حالا جای اون جمله میتونید شما هم بگید من آس بیلدون مثال خب ما که آسپیلونگ سخت و جدی و در از پر نمیگن دسته سشفه و به طور مثال سخت ها اینا بلکه میگن انشپوخسفال یعنی درسی که باید زحمت براش بکشی درست این مدلی بیان میکنن منو شدوی انگانگ از Ich wünsche Ihnen in Ihrer verantwortungsvollen Stellung eine erfolgreiche Tätigkeit. یعنی من برای شما در این شغل پرمسئولیتتون آرزوی مو... یه شغل در یک شغل موفقیت آمیز دارم یعنی براتون آرزوی موفقیت میکنم در این شغل پرمسئولیتتون ich wünsche این in ihrer verantwortungsvollen stellung eine erfolgreiche tätigkeit خب حالا شما به عنوان تمرین میتونید یک جمله با گشمک فل و یا همون با سلیقه کسی که خیلی سلیقه داره بسازید و به عنوان تمرین در کامنت بنویسید اگر هر صفت دیگه هم که دوست داشتید که به فل ختم میشد هم میتونید باهاش یه جمله بسازید اگه دوست داشتید خب امیدوارم از این درس کوتاه لذت برده باشین تا درس های آینده بدرود دوستان